درود بر شما، به باخبر ایران شهر خوش آمدید. امروز 12 فروردین ماه 2582 ایرانی هست و اول ماه آوریل 2023 و شما بیننده و شنونده تفسیر اخبار برگزیده امروز هستید. با ما در این برنامه همراه باشید. خب امروز در توییتر شبکه گمان که مخفف گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان هست که میدونید مدیرش آقای عمار ملکی، آقای ملکی جمهوری خواه، ما اختلاف نظرهای سیاسی با ایشون داریم ولی ایشون از جمله جمهوری خواهانی هست که واقعا میشه در آینده ایران جایگاهی براشون در نظر گرفت. من میدونم بسیاری الان نسبت به ایشون خورده گرفتن که چون ایشون ظاهرا نقش پررنگی در منشور مهسا داشته، ولی این عیب آقای ملکی نیست. آقای ملکی طبیعی رفتار کرده. برخی رفتن از ایشون نظر خواستن و نظر ایشون رو گرفتن گذاشتن تو منشور مهسا و ایشون جمهوری خواه به همین سادگی. نباید ازش خورده گرفت، بلکه ما اگر میخوایم منشوری بنویسیم که به همه خدمت بکنه نظر همه رو باید بپرسیم، به خصوص نظر اکثریت رو، چون دموکراسی همونطور که گفتم بیشتر بر روی رأی اکثریت تاکید داره نه اقلیت. به هر حال آقای ملکی جمهوری خواهی منطقی هست و ایشون و مؤسسه‌ای که دارن در هلند اگه اشتباه نکرده باشم نظرسنجی‌های خوبی طی سالیان گذشته انجام دادن که این نظرسنجی که امروز در اومده فوق‌العاده قابل توجه و مهمه و خوبه که بهش توجه ویژه‌ای بشه. گروه گمان در پیامش نوشته نظرسنجی گمان نشان می‌دهد که در پاسخ به سؤال جمهوری اسلامی آری یا نه، زنان و جوانان به طور معناداری بیش از دیگر گروه‌های جمعیتی پاسخ نه به جمهوری اسلامی را انتخاب کردند. همونطور که می‌دونید 12 فروردین 1358 اسلامی روزی بودش که یک انتخابات، یعنی رفراندوم کاملا جعلی و غیر قانونی و قضایی خمینی برگزار کرد و در اون یک رأی بزرگی به جمهوری اسلامی که هیچ کس اصلا نمی‌دونست چیه، هیچ کس اصلا اون زمان نمی‌دونست جمهوری اسلامی چی هست اصلا، و الان بعد از 44 سال نظرسنجی‌های متعدد اجتماعی و همینطور مؤسسه‌ای که گمان یکیشو انجام داده نشون میده که بیش از 80% مردم ایران به خصوص بخش بزرگی از جوانان مخالف جمهوری اسلامی هستن. گذشته از اینکه اون همه پرسی قضایی چه بود و بسیار بهش پرداخته شده و بیش از همه زمانی که این رژیم سقوط بکنه بهش پرداخته میشه و حقایق تازه بیرون میخواهد اومد که چه کلاه برداری تاریخی کردن آخوندها از ملت ایران و ایران رو تا سرحد نابودی پیش بردن. الان این نظرسنجی به ما یک سری داده میده که روی اون میتونیم کارهای سیاسی انجام بدیم. از این نظر مهمه. ببینید 80% یا 81% که ازشون نظرسنجی شده گفتن نه ما جمهوری اسلامی نمیخوایم. 15.3% هم گفتن موافقیم با جمهوری اسلامی و آری میگیم. 3.8% هم گفتن نمیدونیم، هنوز تصمیم نگرفتیم. مشخصه که هر چقدر جلوتر میریم به مخالفین جمهوری اسلامی افزوده میشه و الان ما اگر 15% موافق جمهوری اسلامی باشن، ما برای این که بتونیم حرکت بکنیم برای زدن کلن ریشه های رژیم و کلن تسخیر تمامی ادارات و سازمان ها و کلن دولت، تسخیر دولت در ایران، نیاز داریم که این 15% رو به کمتر از 5% برسونیم. من به شما گفتم هسته ای از رژیم هیچ وقت اصلا رو زمین نخواهد گذاشت و تا آخرین لحظه خواهد جنگید. اما مشخصه که اگر این 15% رو، که البته این 15% هم همشون واقعا کسایی نیستن که تو خیابون بیستن مردم بکشن، نه، شاید کمتر از نیمی از این سپاهی و بسیجی هستن که به ایرانیت اعتقاد ندارن، خوی محمد مصطفی در وجودشون رفته و تشنه خون هستن، چون میدونی که اصلا از ابتدا اسلام با سربریدن شروع شد و اسلام اولین بار قدرت گرفت وقتی که شروع کردن به گردن زدن. تا قبل از اون فقط اینا این برمر میرفتن، فقط صحبتهای صلح‌آمیز میکردن، هیچ مشکلی نبود. وقتی شروع کردن به گردن زدن پیروزیاشون شروع شد. این کمتر از نیم که حالا بگیم 7-8% از جامعه باشن، باید به زیر 5% برسه. 3-4% اگر باشن ما اون وقت باید آماده بشیم برای حمله و خیزش، و خیزشی که برای فتح میاد، یعنی گرفتن ادارات و سازمان ها و کلن دولت در ایران
و نگه داشتن سنگر تا مثلا تا یکی دو روز و چند روز کلن رژیم فرار بکنه و سقوطش اعلام بشه. اینطوری نهایتا حکومت اسلامی سقوط میکنه. اما تا از این به 15% به 7-8% و کمتر از اون برسیم، ما کارهای زیادی در مورد سیاست داریم. ما باید رویه‌ای رو پیش بگیریم که با منطق این میزان رو به اون میزان مخالف 7-8% یا بهتر از اون 3-4% برسونیم. مشخصا تئوری‌ها و ایده‌هایی که شاهزاده رضا پهلوی داده در جهت همین کاره، یعنی صحبت‌هایی که ایشون در مورد سپاه میکنه و دیگران و همینطور استاد امیر طاهری میکنن در پادکست‌های اخیرشون، نشون میده که ما طرح و نقشه های خوبی داریم که بتونیم کار انجام بدیم. هم رویه و گفتمان انقلاب مشروطه ایران که گرچه قانون اساسی تولید کرده که بسیاری مواردش الان به درد ما نمیخوره، یعنی اگر ما سکولاریزم بخوایم داشته باشیم یک سری از اساسی ترین مفاد اون قانون اساسی به درد نمیخوره، اما بسیاری دیگه از گفتمانی که اون قانون اساسی و کلا انقلاب مشروطه داره به کمک ما خواهد اومد تا اون کسانی که در سپاه و بسیج و جاهای دیگه ولایی خائن نبودن و خیانت نکردن رو به سمت آینده ایران سوق بدیم. چرا؟ چون نهایتا اونها در امان هستن و خواهند بود. اگر کسی جنایتی نکرده واقعا نمیشه اون رو مثل خمینی گذاشت بغل دیوار که اصلا ما به اعدام اعتقاد نداریم یا حتی محاکمه و زندانیش کرد. یک واقعیته، یعنی نمیشونی شما یک بخش بزرگی از جمعیت ایران رو زندانی بکنی و توقع داشته باشی همه بپذیرن که شما یک آدم دموکرات هستی و همه دنیای غرب و دنیای متمدن بیان با شما کار بکنن و اینا شدنی نیست. ما باید دقیق و فیلتر شده این مخالفین رو تعدادش به کمترین میزان برسونیم که وقتی محاکمات هم شروع میشه با تعداد مشخصی محاکمه کار تموم بشه و مردم حرکت بکنن، یعنی بگذرن از این گلوگاه تاریخی و بریم به سمت آینده. ما نهایت قدرت، پتانسیل، بهترین ارتباطات جهانی و همسایگان و گیر نکنیم پشت دستانداز دیگه ای دوباره. نقشه چیه؟ ما باید با منطق ثابت بکنیم به اینها که این انقلاب ملی ایران انقلابی انتقامگیر نیست. ما به دنبال انتقامگیری نیستیم. ما به دنبال ساختن هستیم. اما برای اینکه این انقلاب جدید، یعنی انقلابی که ما میخوایم انجام بدیم، ریشه داشته باشه و پا بگیره و همه رو راضی بکنه، عدالت هم باید بخش بزرگ و مهمی باشه. همونطور که من گفتم قبلا، اولین دولت که در تاریخ ثبت شده که با مفاهیم دولتداری انسان مدرن پیوند داره، یعنی اولین بار که در تاریخ انسان مدرنی پیدا شده که دولت ساخته، در ایران بوده و قدیمی ترین متن تاریخی که بشر داره در مورد اینه، یعنی کتاب تواریخ هرودوت. اگر نرفتید بخونید، برید بخونید. قدیمی ترین کتاب تاریخ بشر بیش از 90% به راحتی 95% در مورد حکومت داری در ایران، یعنی انقدر ما ریشه داریم در این موضوع. و اولین حکومتی که در بشریت با مفهوم دولت و حکمرانی ایجاد شده، مفهوم عدالت پایه‌گذاریش بوده که در ایران در همدان خودمون حکمتانه. بنابراین ما نمیتونیم این اصل رو نادیده بگیریم، ولی این اصل هم نمیتونه تبدیل بشه به یک ابزار انتقام گیری. به همین سادگی عدالت عدالته، همه بیگناهن مگر اینکه ثابت بشه خلافش در دادگاه. این نیاز به مدرک داره، سند داره و کسانی که دستشون رو به خون مردم آغشته نکردن و نون در خون مردم نزدن بدونن شما در آینده ایران امن هستی، شما مورد انتقام قرار نخواهید گرفت، به شرط اینکه انقدر ادامه ندید که این حکومت یه جوری دست شما رو به خون آلوده بکنه، ادامه پیدا بکنه. همینه دیگه، الان اینا دارن میگن که آقا ما پول میدین بیاین بکشید، اگر کشتی دیگه از اون خط رد شدی عدالت شما رو محاکمه خواهد کرد، چه بخواید چه نخواید این واقعیته. اگر سندی باشه عدالت شما رو نخواهد تونست نادیده بگیره و فکر نکنید که شما رو نمیفروشن همکاراتون. همون فرمانده‌ای که داره میگه بیا این کارو بکن، اولین کسی که تو رو خواهد فروخت، به همین سادگی. بنابراین یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم همینه. بسیار ممنونم از شبکه گمان که این کارو انجام میده. با تمام اختلافات فکری که ما داریم با آقای ملکی و جمهوری خان اشکالی نداره، ولی اگر منطقی رفتار بکنیم در کنار اینا میتونیم ایران رو جلو ببریم و به پیشرفت برسونیم. آقای ملکی خودش در توییتر نوشته امروز اگر همین امروز یک رفراندوم آزاد با سوال جمهوری اسلامی آری یا نه برگزار شود، رأی شما چه خواهد بود؟ در پاسخ گفته 81% مرد، 84% زن و 90% جوانان زیر 30 سال به جمهوری اسلامی نمیگویند. با
بنابراین باید کار سیاسی و فکری و ساختن روی پادشاهی رو ادامه بدیم که این 90% به بالای 95% برسه. رادیو فردا امروز مطلبی منتشر کرده که عنوانش میگه یک نماینده قوه قضاییه را به قانونگذاری فوری و جدید مجلس در حوزه حجاب تهدید کرد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه 12 فروردین به قوه قضاییه هشدار داد که اگر تا 2 روز آینده راهکارهای رفع خلأهای قانونی موضوع حجاب و عفاف را اعلام نکند، مجلس وارد عمل خواهد شد. خب گذشته از این که این چرت و پرت اصلاً و چیزی که این نماینده داره میگه که اگر قانونی وجود داره شما باید بدونید به عنوان نماینده مجلس یک کشور، اگر نه باید برید خودتون اونو تصویب بکنید. تهدید این و اون نداره که. اما اینکه کلن اینها الان موضوع حجاب رو بسیار گنده کردن که در مورد این من سالهاست دارم صحبت میکنم. چرا؟ ببینید یکی از بی خطرترین مسائلی که میتونه تبدیل بشه به اصل مبارزاتی مردم ایران برای رژیم، یعنی برای رژیم بی خطرترینه، مسئله حجابه. چرا مسئله حجابه؟ به خاطر که موضوع حجاب هیچ ارتباطی با سیاست نداره. یعنی مثلا نگاه بکنید به سیاست مداران کشورهای مختلف، یه سریشون با حجابن، یه سریشون نیستن، یه سریشون اصلا اعتقاد به اینو ندارن، یه سریشون اصلا مردن، اما سیاست جهان در جریانه. اینطور نیستش که مثلا بگی اگر مثلا در یه کشور غربی یه سیاستمدار با حجاب باشه سیاست متوقف میشه یا ممکنه سیاستش تغییر بکنه. بسیار سیاستمداران هستن که اصلا با حجابن یا بی حجابن و هیچ ارتباط مستقیمی بین تصمیمات سیاسی که برمیگرده به مسائلی مثلا از اقتصاد گرفته تا تمامیت ارضی گرفته تا ارتباطات خارجی گرفته تا رد و بدل‌های دیپلماتیک و خیلی مسائل دیگه گرفته، هیچ کجای این ارتباطی به حجاب نداره. حجاب یه موضوع دینی و مذهبیه و یک مسئله شخصی اصولاً و نهایتاً از یک موضوع اجتماعی هرگز نمیتونه فراتر بره. اینکه این رژیم قاطی کرده سیاست رو به مسائل اجتماعی درسته، اما از نگاه جهانی این هیچ آسیبی به رژیم نمیزنه و باعث رفتن رژیم هم نمیشه هرگز. برای همینه که خود رژیم تمرکزش گوشه روی حجاب و هر روز فقط راجع به حجاب صحبت میکنن. مثلا امام جمعه رفسنجان امروز گفته اگر حجاب رعایت نشود اماکن تاریخی هم پلم میشود. خب این مثلا گنده کردن مسئله است در مورد حجاب. امام جمعه بندر لنگه گفته چرا در رمضان برای افراد کشف حجاب کرده سفره پهن میکنید. چندین مقام حکومتی دیگه هم در مورد حجاب دارن صحبت میکنن، اما این فقط یک ترفند سیاسیه. بسیاری متوجه نیستن که رژیم چطور ترفندهای سیاسی رو به کار میبره و این اصولا یک تاکتیکه. اما الان من برای شما میگم، همونطور که قبلا هم برای بسیاری بینندگان گفتم، که ما نباید گول تاکتیک های رژیم رو بخوریم. ببینید تمام این حرفا در حالی زده میشه که شخصیت هایی که کارشون سیاسی یا نظامیه صحبت های دیگه دارن میکنن. مثلا علی مطهری امروز گفته مردم هیچ وقت حاضر نیستن اصل نظام از بین برود. برای چی؟ یا مثلا وزیر دفاع رژیم گفته مردم پای کار این نظام هستند. یا مثلا محمد رضا نقدی 3 روز پیش گفته بود ملت ایران از جمهوری اسلامی راضی هستند و میدانند که مشکلات اقتصادی محصول جمهوریت و اسلامیت نیست. چرا میگه جمهوریت؟ چون میدونه مردم با شتاب فوق العاده زیاد به سمت پادشاهی دارن حرکت میکنن. و اما همونطور که میبینید بخش بزرگی از رژیم، یه سریشون که سیاسی هستن دارن روی جمهوریت و کل نظام تبلیغ میکنن، بخشای دیگه شون که آخوندا هستن و نماز جمعه مثلا خطبه میرن و بیشتر فرهنگی هستن روی موضوع حجاب دارن کار میکنن. چرا؟ ببینید بخش سیاسی رژیم متوجه شده که مردم میان که چیزی رو بگیرن و اگر بخواد این دیوار همچنان باقی بمونه در داخل رژیم، کلن دیوار رو میریزن و میریزن همه چیزو از قلعه رژیم میکنن و بیرون میندازن و قلعه جدید میسازن. اینو متوجه شدن. بعد میان چیکار میکنن؟ میان یک لولوی کوچیکتر میسازن. مسئله حجاب. مسئله حجاب بعدش چیه؟ و اینو من مدت ها مثلا در مورد مسیح علی نجات هر وقت صحبت کردم بیشتر وقتا گفتم. بعدش اینه که میان اینو لولو میکنن در نظر مردم
و بعد دیگه وقتی همه کارها شدیداً بالا میگیره چیکار میکنن؟ اینو میدن به مردم، میگن آقا ما عقب نشینی کردیم، نظام حرف شما رو گوش میکند، مردمی است، دموکراتیک است، و بعد این رو میدن به مردم. چیکار میکنن؟ حجاب ها یک شبه آزاد میکنن. بعد چه اتفاق میفته؟ این حجم عظیم و بزرگی از انرژی که علیه حجاب جمع شده بود یه دفعه آزاد میشه، دود میشه، میره هوا، میپره مثل گاز در هوای لایتناهی کره زمین و فضا، کلن تبخیر میشه و میره. همونطور که میبینید یه دفعه انرژی بزرگی آزاد میشه. این یک تاکتیک سیاسی عزیزان، باید دقت بکنید. برای همینه که من مدت هاست دارم میگم که مسیح علی نژاد نباید مرکز یا رهبر مثلا مبارزات ما باشه. یک اکتیویست داره روی چیزی کار میکنه، همین، در این حد، بیشتر از این نباید باشه و به خصوص نباید زیاد گندش کرد در نظر مردم دنیا. چرا؟ چون رژیم وقتی یک شبه حجاب رو آزاد بکنه، مثل ترکیه، مثل مصر، مثل خیلی کشورهای دیگه، اتفاق که میفته این که هیچ تغییر سیاسی روی نخواهد داد، فقط این انرژی آزاد میشه. و از همه مهمتر غربی ها میگن رژیم سازش کرد، بس دیگه الان دیگه اصلاحات ممکنه و مسیح علی نژاد هم دیگه الان دیگه به درد نمیخوره، چون دیگه بی حجابی وجود نداره، چون تمام حرفای این حجاب دیگه، بالا پایین پریدن و رقصیدن و این ادا اطفالوکی در میاره و کلن شناسه اینه. در واقع این یک تاکتیک عزیزان، به هیچ عنوان روی مسئله حجاب کلید نکنید، به هیچ عنوان. اگر پادشاهی خواستید و اگر مبارز هستید، هرچی که هستید، من به شما بگم فقط و فقط روی مسائل سیاسی کار بکنید، همونطور که آقای امیر طاهری هم اخیراً گفت روی سیاست کار بکنید. این مسئله حجاب یک سلاح علیه انقلاب ملی ایران. ما قطعاً نه تنها به دنبال آزادی حجاب برای زنان و مردان و همه هستیم، بلکه خیلی خواستهامون بسیار بالاتر از اینه. یعنی حقوق فردی فوق العاده باید بالا بره. مسئله حجاب فقط نیست، اما افتادن در این دام کلاً یعنی چی؟ گیر کردن در چاله‌ای که قبلاً رژیم برای شما کنده، در خاک ریزش. مشخصاً رسانه‌های خارجی فارسی زبان، رادیو فردا که الان داریم می‌بینیم مثلا انقدر گنده این رو کار میکنن، از همه مهمتر بی بی سی یا ایران اینترنشنال هم همینطور، به شدت دارن روی این موضوع تمرکز میکنن. چرا؟ چون اینا هم بسیارشون، به خصوص رادیو فردایی ها و بی بی سی جی ها، اینو میدونن اگر این رژیم تموم بشه کارش و دیگه رژیم دموکراتیک و آزادی در آینده ایران به وجود بیاد، هیچ کس دیگه اینا رو نگاه نمیکنه. برای کسی مهم نیست بی بی سی فارسی چی میگه اصلا. ما بی نهایت رادیو و تلویزیون و روزنامه در ایران خواهیم داشت که آزادانه حتی از مهمترین شخصیت‌های کشور، اگر هم پادشاه داشته باشیم، اینا آزاد خواهند بود که از پادشاه هم حتی انتقاد بکنن. یعنی ما داریم اصلا پایه اینو میذاریم. اینه آینده ایران، اینه آزادی بیانه. ولی این به معنی این نیستش که مثلا احترام پادشاهی و اصل و اساس ایران فراموش بکنیم. نه، منطقه، شعور انسانیه، چیزی که آینده ایران باید بر پایه اون باشه. بنابراین ما هم الان توانایی اینو داریم که تله رو از راه حل تشخیص بدیم. به هیچ عنوان گول این حرفا رو نخورید، در چاله های رژیم نیفتید، تمام تاکیدتون رو روی فعالیت های سیاسی بذارید، حکومتی، منطقه‌ای و جهانی، به همین سادگی. اصلا فکر نکنید که باید بیافتیم دنبال امثال مسیح علی نژاد و از این کوریر بسازیم و فاند بگیریم و اینا. ولش کن این حرفا. آینده ما جای دیگه، چیز دیگه ایه. و این مسئله حجاب یکی از کوچکترین مسائلی که حل خواهد شد. اصلا ما اصلا بحثی راجع به این موضوع نداریم که بخوایم انرژی سر این بذاریم. هست در ذهن ما از قبل آزاد حجاب، اصلا وجود نداره چنین چیزی. بنابراین نیاز نیست که بیایم انرژی بذاریم روی این مسئله. انرژی من رو روی باز کردن مچ این آخوندا میذاریم و روی این مسئله که ما فقط روی چیز تاکید میکنیم، فقط و فقط روی مدیریت و رهبری شاهزاده رضا پهلوی، که ببینید دیدش بسیار فراتر از این مسائله. یعنی راجع به مسائلی صحبت میکنه که 10 سال و 20 سال آینده ایران به اونها بستگی داره، ارتباطات جهانی، چون اینا مهم خواهد بود. من میدونم بسیاری روی این مسئله بسیار تاکید دارن که ما تمام جنبشمون باید ملی باشه، که قطعا باید بشه، ولی این جنبش ملی باید منافع ما رو در آینده جهانی تامین بتونه بکنه و بخش مهمی از اون تعادل جهانی که الان داره به وجود میاد و بسیار مشخص خواهد شد راهش در آینده، ما باید بتونیم جایگاهمون رو در این آینده مشخص بکنیم. و شاهزاده رضا پهلوی تنها کسی که در این ابعاد فکر کرد و کار کرد و گوش شنوایی دارن دیگران که از او بشنون، به خصوص جهانیان که روی برنامه‌های او کار بکنن و برنامه‌های او رو جدی بگیرن.
بنابراین تمام تمرکز ما باید روی رهبری اگر باشه شاهزاده رضا پهلوی هست، تأکید روی وکالت روی شاهزاده داشته باشید. از اون گذشته در داخل جامعه ایران وقتی کار میکنیم و میخوایم بگذریم، فقط و فقط روی پادشاهی کار بکنیم، پادشاهی دموکراتیک آینده. این چیزی که ما روی اون کار خواهیم کرد، این چیزی که روی اون برنامه‌ریزی باید بکنیم و پیش بریم با سرعت. هممیهنان گرامی، ممنون و متشکریم که تا به اینجای برنامه با ما همراه بودید. ما در ایران شهر فقط اخبار مورد توجه و قابل توجه رو روی اونها تفسیر میکنیم و میپردازیم و زمان شما رو سعی میکنیم که تلف نکنیم. اما بسیار متشکر و ممنونیم از عزیزانی که برای هممیهن مبارزی که اخیراً در موردش صحبت کردیم و نیاز به جراحی داره و جراحی در چند روز آینده انجام خواهد شد و گلوله‌های زیادی به بدنش اصابت کرده و چند گلوله در جمجمه‌اش هنوز هست و باید فوراً خارج بشه، بسیار ممنون و متشکریم که به این هممیهن کمک کردی از طریق بیت کوین و انتقال بیت کوین به این عزیز فردا نهایی خواهد شد. اگر تا به این لحظه هم این امکان رو دارید که همچنان کمک بکنید به این هممیهن، بسیار ممنون میشیم که اگر از طریق بیت کوین این کار رو انجام بدید. ما فقط بیت کوین رو با این سرعت و با دادن کمترین هزینه، یعنی هم دولت جو بایدن الان از ما مالیات میگیره، هم یوتیوب و سیستم گوگل از ما مالیات میگیره، گذشته از اون یک ماه طول میکشه که این پول ها و کمک های شما به هممیهنان برسه، همه اینها رو با خرید بیت کوین از سایت های معتبر مثل exodus.com میتونید رفع بکنید و برای ما سری و سیر بیت کوین بفرستید و همه این مبالغ مستقیما به مبارزین، به خصوص عزیزانی که زخمی شدن و نیاز دارن که سر حال و سلامت بشن و برگردن برای موج های بعدی آماده باشن، خواهیم رسوند. دست شما هممیهنان رو میبوسیم به خاطر این میهن پرستیتون. تا برنامه بعدی و فردا، بدرود.